به نام آن که هستی نامزو یافت فلک جنبش زمین آرام ازو یافت به نام نامی خداوند متعال و با درود و سلوات به پیشگاه سید رسولان و خاتم پیامبران و خاندان اسمتشان و عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیونی جهانی هادی شما همراهان برنامه به وقت بیداری بسیار خرسند هستیم که بار دیگر توفیق حاصل شد و ما رو در روی شما با شما هم و همگام هستیم امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید طبق روال دوشنبه ها دوشنبه شب ها در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام المسلمین رضوی هستیم با موضوع شرح و تفسیر خطبه متقین نهج البلاغه امام علی علیه السلام جناب استاد رضوی سلام علیکم بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و تحیات این عبشت. ماه دارم نباشید بله جناب استاد رزوی خطبه متقین که در نشر بلاغه هست و خطبه نام خود خطبه حمام هست درباره امام امام علیه السلام سلام میآید در اونجا متقین و پرهیزگاران را وصف کرده شما خب در جلسات گذشته از زبان امام علی خود برای, برای ما و بینندگان قرائت کردید و درباره بخش بخش های او شرح و تفسیر بیان فرمودید ما بسیار مشت... مشتاق و منتظر هستیم که برای این شب ما اه... کدام کلمات گوهربار از این خطبه برای ما برگزیدید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی امین الانام و امیر الكلام مولانا ابوالحسن الامام علی بن ابی طالب علیه السلام و السلام تمام تکه تکه های خطبه حمام دارای محتوای بسیار عمیق و ارزنده است بله و هدیه است از مولای ما حضرت علی ابن ابی طالب علیه و السلام برای همه کسانی که در طول ادوار تاریخ اینها زندگی میکنند و پیرو و دوستدار امیر مؤمنان حضرت علی علیه الصلاه و سلامند. همونطور که فرمودین قسمت را عرض کردیم حالا بر اساس وقتی که برنامه داره و در خور دید بلاخره نگان عزیز بود و در مقداری که بلاخره ما توانستیم راجع به مسئله بیانی داشته باشیم خدمت بینندگان عزیز بله در ادامه حضرت می فرماید و اجسادهم نحیفه یکی از صفت هایی که پرهیزگاران دارند بله اینه که بدن های اینها نحیف و لاغر است خب اگر ما این ای کلمه را این جمله را بخوایم باز کنیم علت ها و دلیل ها و آثاری که تقوا و پرهیزگاری داره باید ببینیم چی چیزهایی در پرهیزگاران سبب میشه که بدن اینها ضعیف میشه بدن اینها لاغر میشه بله خب علل لاغری را اگر ما همینطور یک توجه بسیار سطحی داشته باشیم در بدن میتونه اون خورد ها و واکنش های باشه که بدن داره در قبال کارهایی که اینها انجام میدهند درست خب یکی از این کارهایی که واقعا انسان های پرهیزگار داره اون استراب یا استرس به تعبیر غم ها و غصه ها تحمل مشکلات است که در راه تقوا و پرهیزگاری اینها برای خودشان میکشند یعنی خود امی حفظ حالت تقوا در برابر خداوند کار بسیار سخت و دشواری هست که همین باعث میشه که اینها غم و غصه داشته باشند؟ خدمتتون ارز کنم که بله یعنی تقوا خوب بالاخره در اثر افعال و از کار و برنامه هایی به وجود می آید این نیست که تقوا مثلا حالت آره استمرار داشته باشه خود به خودی موجود شه و بقا پیدا کنه بلکه از نظر حدوث و بقا نیازمند بالاخره استمرار و نیازمند تعداد از عواملی است که بتانه انسان تقوا رو در وجود خودش به وجود بیاره و بقا اینا حفظ بکنه بله. خب یکی از اینها همون غم ها غصه ها به تعبیر استراب و استرسی که انسان های متقی و پرهزگار داره درست هر استرس و استراب در بدن انسان زیاد شود لخره هورمون های استرس که محرک های در وجود انسان با وجود میاره و باعث افزایش متابولیسم تعبیر جدید روز در بدن میشه اون سوخت و سازها باعث میشه که بدن اینها ضعیف و نحیف شد به علاوه اینها خب بالاخره ای استرس باعث تحریکات اعضا میشه یعنی در بدن کارهای به وجود میایه که سوخت و ساز بدن بالا میره خدمتتون ارز کنم مثلا دستگاه گوارش رو شما در نظر داشته باشید انسان های پرزگار در اثر اون جوش ها و استرس هایی که داره تحریکاتی در دستگاه گوارش اینها ها وجود میه هرچی دستگاه گوارش محرک های استرس زا داشته باشه خب این باعث ضعف در بدن میشه به علاوه این خب تحریکات عصبی به وجود میه در وجود انسان ببینید انسان وقتی غم داره وقتی غصه داره وقتی نگرانی داره تمام اعصاب بدن مثلا به تعبیر اون کلمات عربی موهای بدن بر اگر استرس انسان زیاد باشه ببینید چشمای آدم مثلا قرمز میشه رنگ بدن میپره تبدیل به سیاهی پیدا میکنه اینها همه در اثر اون تحریکات عصبی که در وجود انسان از غمها از غصه ها به وجود میه و باعث میشه که بالاخره سوخت و ساز بدن بالا بره وقتی سوخت و ساز بدن بالا میره نیاز به انرژی بیشتر انسان داره در حالی که از این طرف انسان های پرهیزگار تلاش میکنه این کسب انرژی رو در بدنشان با کمخوری بله با نخوابیدن با نیاشامیدن کم خوری را در باید. وجود خودشان بالاخره اینها خودشان میخواه به وجود بیاره انرژی را کمتر مصرف میکنه بدنشان نیازمند به پروتین هاست خب لخره ویتامین هاست و مواد دای مغزی دیگری که باعث تقویت بدن بشه این ها انسان های پرزگار در اثر اون تقوی که داره خب مصرف اینها رو میاره پایین وقتی این مصرف پایین میه از طرف دیگر سوخت و ساز بدن زیاد میشه مسلما انسان ت... تبدیل میشه به یک چیزی که حالت ضعف پیدا کنه یعنی حالت نحیفی بودن پیدا کنه بس... حالت بالاخره لاغر بودن پیدا کنه و جناب... خود به خود لاغر میشه جناب استاد میفرمایید یعنی که کسی که تقوا داره این خودش واداری به گرسنگی میکنه گرسنگی میکشه همینطوریه کمخوری خوری نمیگیم گرسنگی ببینید یک از صفاتی که برای پرهیزگاری هست اینه که انسان کنترل اعضایش در اختیار خودش داشته باشه بلوست. یکی از این کنترل ها کم خوردن است چون خود پرخوری بل. یکی از صفات غیر ممدوح از نظر شرعی است و انسان پرهیزگار میخواه اون صفات غیر ممدوح را از خودش دور کنه صفت هایی را که مذمت شده از نظر شرعی از وجود خودش دور کنه پس یکی از مصادیق تقوایی هم میتونه باشه که پرخوری نکنه به اندازه حداقل اینکه به اندازه مصرف کنه قط... قطعی همینطوریه ببینید پس عوامل مختلف در لاغری انسان های پرهزگار دخیله یکی از عوامل استرس ها و قصه هاست که در وجود این هاست حالا میگیم چرا اینها ها قصه دارن درست. یکی از عوامل کمخوری هاست کم آشامیدنی هاست کم خوابی هاست پا گذاشتن زیر شهوات و مشتهیات نفسانی است که هر انسان اینها را غریزش میکشه و باعث میشه که انسان در حقیقت تنومند شد و تعبیر فربه شد وقتی این صفات را انسان از وجود خودش دور میکنه خود به خود بدن رو به ضعف و لاغری پیدا میکنه لاغر میشه درست. لذا حضرت علی علیه السلام, السلام بفرماید ببینید یکی از صفات انسان هایی که واقعا اینها تقوا دارند حالا این تقوا را حدوثا برای خودشون ایجاد میکنند یا بقاعا میخواین استمرار بتن اینه که بدن اینها خود به خود چی میشه لاغر میشه لذا از صفات بارز انسان های پرهزگار همین لاغری بدن البته هیچ تلازم منطقی بین لاغری و صفت تقوا وجود نداره ما بپرسم که شما در این آخر، لحظات آخری پارت اول شما خودتان در واقع جواب, جواب اشاره کردید بله یعنی این توری نیست که حتما یک ملازمه منطقی باشه بین با یعنی صفت هر لاغری تقوی... لاغر با تقوا باشه و هر مثلا کسی هم که مثلا لاغر نباشه فربی و چاق باشه بگیم بله باشه. این طور تلازم نیست بر به این به نکته بسیار مهم اشاره کردید نیازی به توضیح بیشتر داره و الان در لحظات آخری که قبل از میان برنامه هست مجال نیست که نکته روشن شود پس همراه با بینندگان عزیز و گرامی یک وقفه داریم و برمیگردیم به ادامه گفتگو باست بله امیدوارم در این وله بسیار کوتاه که در این میان برنامه شد شما دیدید یکی از سخنانی بسیار بسیار ارزشمند پیامبر اکرم تقدیم شما شد که فرمود سرور انسان ها در این دنیا سخاوتمندا هست اونها که دست و دل باز هست خب طبیعی است دیگه آدم اینا رو دوست داره و اینا واقعا در قلوب انسان ها جا داره و سروری میکنه اما سرور و سالار و بزرگ اهل بهشت چه کسایی هسته پرهیزکاران هستند پس ببینیم که متقین چه جایگاهی داره که در او دنیا فهمیده میشه امیدواریم که خدا به ما توفیق بده که ما هم قدمی برداریم در این راه و این سفارش های مولایمان امام علی را آویزه قرار بدیم و جزء پرهیزکاران قرار بگیریم مثبت 964 780 255 403, پول ارتباطی ما با شما هست که هیچ وقت فراموش نمی کنیم. از طریق واتساپ و تلگرام با ما مرتبط باشید و این ارتباط مایه دلگرمی خدمتگزاران شما در تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هست اجازه بدید که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو بله جناب استاد قبل از که ما به این میان برنامه دعوت کنیم دوستا و قبل از این وقفه شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردید که شاید از امو اول که شما اون تعبیر حضرت علی را خواندید که گفتن و اجسادهم هم نحیفه که اینها اجسادشون نحیف اجساد نحیفی دارن و لاغر هستن این سوال یا این سوء تفاهم یا بر صورت ابهام وجود پیش آمد در ذهن ما و بینندگان که آیا بین تقوا و لاغری یعنی چی ملازمه ای هست هر کسی که لاغر بود لزوما یعنی متقی هست شرط کافی هست یا ای که اگر کسی مثلا لاغر نبود یک مقداری به هر صورت جان داشت چاق بود یک مقداری فربی بود و ما میتونیم متهم کنیم که ایران پس با تقوا نیست و خلاف چیزی است که با امام فرموده عرض سلام مجدد دارم به همه بینگان عزیز همونطوری که عرض کردیم بالاخره تلازم منطقی به تعبیر ما وجود نداره بین صفت تقوا و نحیف بودن و لاغر بودن درست یعنی اینطوری نیست که ما هر کسی را دیدیم لاغر هست بگیم با تقوا چون خیلی معتاد ها اینا بدنشان بله، بله. نحیف و لاغر است بله اما هیچ تقوایی نه تنها تقوا ندارن که بالاخره نکات منفی هم در اینها وجود داره یا درست. برعکسش هر انسان چاقی را نمیتونیم بگیم که بالاخره تقویش آدم نداره آدم آر... هرزه هست و بله، هست و, بله، و یا... پرهیزگار نیست لاوبالی. یعنی تلازم وجود نداره اما از ما... مقتضیات یکی از ویژگی ها رو به این صورت گفت که با اشتاد هم نهی همین ارز میکنم که بالاخره یکی از مقتضیات پرهیزگاری اینه که انسان در جروع. اثر اون سازندگی که خودش خودش رو وادار میکنه در اون مسیر جروع. زحمت میکشن ببینید هر انسان اگر در مسیر زحمت میکشه آثار و طبعاتی داره درست انسان های متقی چون تلاش میکنند در راه خدا هر مشتهی نفسی را هر چیزی که باعث چیز دلشان خواست غریزه ها کشش غریزه ها در وجود انسان هست اینها را از خودش دور کنه خود به خود این نیازمند یک زحمت است آثار این زحمت در وجود انسان زردی رنگ ها پریدگی رنگ ها و نحف شدن بدن هاست ها این اقتضا در انسان‌های های پرهزگار وجود دارد میشه در یک جمله ساده قسم قسمی بگیم که معمولا به این صورت یعنی کسایی که در شاراه تقوا و پرهزگاری میخواه گام برداره معمولا این نه اینطوری نمیگیم میگیم انسان های متقی چون تلاش میکنند بله چون تلاش میکنند در راه خدا برای خودسازی و پرهیزگاری خودشان بله. خود به خود بدنهای اینها اون گوشت هایی که به تعبیر از نمیگیم حالا حرام چون هر متقی قبل از بالاخره این صفت در وجودش حرام خار نبوده اون گوشت های اضافی که در وجودش هست اینها آب میشه در اثر زحمتی که اینها در راه خدا دراف. میکشن پس بنابراین اقتضاع نحیف بودن و لاغر بودن در انسان هایی که اینها پرهزگار هستند وجود داره چون اینها زحمت میکشن و بدنشان را در اثر اون زحماتی که به وجود میاره بله. لاغر میکنه خود به خود خوابشون رو کم میکنه خب یکی از استرس ها باعث بالاخره این کم خوابی باعث استرس و استراب میشه و تحریک اون هورمون هایی که در بدن هست و خود به خود باعث لاغری انسان یا خوردنشان کم میشه خب وقتی انسان کم خور هست در راه خدا از همه مشتهیات نفسانی و خوردن ها میگذره خود به خود بدن اینها چی میشه اقتضای لاغر شدن را داره و لاغر میشه درود بر شما حالا به نظرم این بحث هم به قدر اینجا کفایت باشه و بسنده کنیم شما قبل از که ما این سوال مطرح کنیم داشتید توضیح میدادید که چه چیزی باعث لاغری میشه یعنی مثلا چرا متقین به این ای حالت میفته که اجسادشون جسمهایشان و بدنهایشان معمولا نحیف و لاغر هست همین بحث رو اگر برگردیم به ادامه این بله عوامل رو ذکر کردیم مثل استرس ها استراب ها و کمخوری ها و امثال اینها خب حالا اینها عواملی که استراب آور است در وجود پرهزگاران چی چیزای میتونه باشه یعنی اینها چی, چ... چی کارهایی را انجام دادن که این استرس در وجودشان دروست. پدید چی چیزای آمده چی حالت شده استراب در وجودشان به وجود میه بالاخره این حالت ها باعث لاغری و نحیف بودن بدن اینها میشه ببینید عوامل مختلفه یکی از اینها مثلا کسرت تفکر اگر انسان واقعا در جای فکرش زیاد باشه و متمرکز شوه روی بعضی نقاطی که در زندگی انسان وجود داره یا در امور اجتماعی باشه در امور سیاسی باشه امور فرهنگی امور خانوادگی باشه این خود به خود باعث چی میشه لاغری میشه و قطعا انسان هایی که دارای صفت پرهیزگاری هست این خصوصیت را در وجودشان بارور کرده که در آثار نظام الهی و اون چیزی که خدا به وجود آورده اینها فکر میکنن تفکر میکنن تا این راه را این پل را به طریق تقرب به خداوند متعال انجام بده. خب نمونه های ما زیاد داریم یکی از روایت هایی که در اینجا به تعبیر مرحوم احقاق الحق مؤلف احقاق الحق بله. روایات را که میگه جماعت از اهل سنت برادران اهل سنت اینها را ذکر کرده خب در طریق اینها سنهوتی هست همدونی هست روایت را هم زمخشری این را بیان کرده میگه حضرت امام سجاد یکی از کسانی بود که واقعا خب سید و ساجدین بود میخواست رنجش تعبش برنامه های کاریش را به دوش هیچ کسی نه اندازه حضرت وضویش را خودش می گرفت آب وضویش را هم حتی بعض وقتها خودش میگه آماده مکرد در جای مگذاشت کسی کمکش نمکرد یک زمانی میگه زمان وردش یعنی زمان اون اعمال طاعت گونهش پرهیزگارانهش دعا ذکر مناجاتش رسیده بود بعد شب هم بود حضرت ای آب وضو را آورد در کنار خودش گذاشت راوی میگه فوز عید و فل انا دستش رو داخل یک ظرف گذاشت تا اینکه وزو بگیره باید. بعد, میگه خب ثم رفع راسه سرش رو را بلند کرد طرف آسمان طرف ماه و ستارگان و بالاخره اون که در آسمان بود حضرت نگاه میکرد فنظر الی السماء و القمر و کواکب، ها ستاره ها رو نگاه میکرد ماه را نگاه میکرد، آسمان رو نگاه میکرد بعد در همین حالت، حالت تفکر برای حضرت پیش آمد ببینید انسان هایی که واقعا در آثار سنع الهی دقت میکنه و با این دقت نظام طبیعت را مطالعه میکنه به حقیقت الهی نمیگم ذات الهی به حقانیت الهی پی میبره دستش میگه که این نظام آفریننده ای داره ماها که متاسفانه ای کار را نمی کنیم خب بالاخره در مسیر شناخت حقانیت الهی فکرهای ما کوتاه میشه اما اگر واقعا آثار سن الهی را انسان نگاه کنه اون ساخته های ساختار بالاخره نظام را نگاه کنه انسان به حقانیت خدا و وجود خداوند متعال پی ببره میگه حضرت نگاهایش طرف آسمان افتاد در همین حالت به فکر فرو رفت بعد میگه اینقدر حضرت فکر کرد که راوی حتی اسب حداره دستش رو گذاشته بود داخل ظرف ظرف آب خودش اونقدر در آسمان نگاه کرد و فکر میکرد برای رسیدن به ساختار نظام برای تقرب به خداوند متعال که حتی اصبح و از زن یا از زن المؤذن تا اونجا فکر مکرد که همینطوری فکرش مانده بود تا معزین از آن گفت یعنی هستی و محو این عظمت آفرینیشی که یکی از نشانهای خدا هست بله بله یعنی ببینید منظور ما در کجاست از این حدیث بعد راوی داره و یدو و فلما همینطوری دستش داخل آب گذاشته بود فلم یشور اصلا نفهمید که چطوری صبح شد در حالی که حضرت مخواست وضو بگیره بله. این علتش چیه؟ علتش اون کسرت تفکریه که واقعا اگر انسان در مسیر پرهیزگاری از این جهت استفاده کنه خیلی زودتر به نتایج مثبت میرسه خب به خدای متعال میرسه به عظمت الهی پی میبره به عظمت این کائنات که سازنده ای داره پی میبره انسان های پرهیزگار در اثر این تفکری که میکنه واقعا اون استرس های خاصی که گفتیم استراب های خاصی که گفتیم در وجودشان ریشه میدوانه و این باعث لاغریش میشه ببینید در روایت دیگر هست که امام سجاد یک زمان در یک خانه بود خانه آتش گرفت حضرت مشغول نماز خواندن بود در روایت هست که در حالت سجده بود چون وقتی تمام شد خانه داشت همینطوری شواله های آتیش ازش بالا میشد گفتن که مال کلم تنصرف چطور بود که خب این نمازت رو نشکستی از این حالت ذکرت فارغ نشدی خانه داشت مسخت خانه داشت آتش میگرفت بله حضرت فرمودن اینی اشتغل تو انهاز نار به نار من اونقدر مشغولیت داشتم و این تفکر در وجودم رشد کرده بود که از آتش بعدی که در روز واپسین انسانها را فرا میگیره ای آتش اصلا در ذهنم خاموش شد خب ببینید اگر انسان در این حالت تفکر باشه ای باعث ای چی میشه در وجود انسان استرس ها را به وجود میاره خوف استراب ها را به وجود میاره خوف و خطر ها را به وجود میاره ای خوف و خطر های آینده واقعا باعث میشه که وجود انسان چی شود ضعف پیدا کنه دیگه تن پروری کنار گذاشته شود و راحت بودن کار سختی میشه بله خب به این صورت دیگه بدن چی میشه لاغر میشه این یکی از عوامل است که باعث ضعف بدن بله. انسان و ایجاد استرس و استراب در وجود انسان میشه مسئله دیگر حول و حراسیه که یعنی یکی از عواملی که باعث استراب و استرس میشه و این استراب و استرس باعث لاغری لغر. انسان پرهزگار میشه اون حول حراسیه که انسان انسان پرهیزگار از روز حساب داره ببینید حضرت امام صادق در یک حدیث بسیار زیبایی این مطلب را آمده بسیار بسیار همینطور به حالت تجسم گونه روشن و شفاف برای ماها بیان کرده حضرت فرماید اگر نبودی برای حساب حول و حراسی مگر عرضه اعمال در محضر الهی و رسوایی دریده شدن پرده های خلاف های مخفی در محضر ربوبی لحق للمرعه الله یهبت من رؤوس الجبال یعنی میگه ببینید انسان کسی که واقعا فکر میکنه خب معصوم که نیست گناه میکنه چه برسه به اونایی که خب آمدن می گناه میکنه هر انسان اگر حتی نخواه گناه کنه خب در برابر عظمت الهی در برابر اون نهایت عظمت که خالق انسان هست خب کتایی هایی داره حضرت امام صادق می فرماید، اگر هیچ چیزی برای انسان نباشه جز اون عرضه اعمال انسان در روز حساب در محضر خداوند همین نکته بسه که میفرماید انسان ها اگر به این پی ببره حتی از سر کوه ها پایین نیایه و لا عمران اصلا در ساختار ای طبیعت شریک نباشه اصلا دنبال این نباشه که خانه برای خودش بسازه و ولا ولا لا ولای و لا یشرب حتی میفرماید اگر همین خوف و حول و حراس باشه انسان را کافیه که نخواهد نخوره از از خوابیدن از همه از چیز باز, باز, بله. باز میمانه بله ولی یه نام الا ان اصرار هیچگاه خواب نشه مگر به خاطر اون مقداری که بالاخره این بدن ضعف پیدا نکنه درود بر شما آخرین بخش بخشی از برنامه را شما با خواندن روایتی از امام صادق متبرک کردید اجازه بدید که همراه با بینندگان محترم باز هم یک وقفه ای داشته باشیم و یک میان برنامه بسیار سپاسگزار هستیم از شما بابت همراهی با برنامه به وقت بیدار امیدواریم که این تونه تا پایانی برنامه از ما دریغ نکنید نقد و نظر و هر نوع دیدگاهی درباره موضوعاتی که در تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری تقدیم نگاه های شما میشه میتونید از طریق مثبت 964 780 255 4013 با ما در میان بگذارید میریم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو بله جناب استاد رزوی بله عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و بشید. خدمت همه بینندگان عزیز قسمت دیگری که حضرت میفرمایند در صفات متقین جمله و حاجات هم خفیفه هست میگه یکی از صفات پرهیزگاران این است که اینها نیازهایشان اندکه یعنی از دنیایی که هست از این بالاخره معکولات و به تعبیر ما و مشروبات و لذایز دنیوی به قدر نیازشان بار برمیدارند اما بیشتر از او دیگه همه را در راه خدا رها میکنند لذا بارشان کمتره قلیل المعونه هست قلیل, قلیل المعونه هست بله در سفارشاتی که حضرت پیغمبر به علی علیه و السلام هم فرمودند یا علی نجل مخففون این تعبیر خیلی تعبیر زیبا و مرتبط با این کلام حضرت شاید خب حضرت علی علیه و السلام اون چرا میگه از پیغمبر و از زبان وحی شنیده ببینید در اونجا میگه و حاجاتون خفیفه انسان های پرهزگار، خواسته هایشان، نیازها و نیازمندی هایشان سبوکه در اینجا میگه پیغمبر به ما همه سفارش را کرد ببینید چه زیبا آمده از گفتار پیغمبر حضرت علی علیه السلام برداشت کرده اینها را جمجور کرده در این صفات پرهیزگاران همه را آمده بیان کرده و یکی از همین ها بالاخره اون نجل مخففون هست که می‌فرماید انسان‌های انسان پرهیزگار سبک بالند به تعبیر کم نیازند نیازمندی هایشان بسیار کم حالا وقتی بخوایم این کلمه را معنا کنیم علما و دانشمندان آمدن این تعبیر را به کار بردن که از جمله فیض کاشانی در کتاب وافی میفرماید نجل مخففون یعنی من علاق دنیا و اوزارها انسان از اون علاقه هایی که در دنیا داره و ابزارهایی که در این علاقه ها وجود داره انسان بالاخره بار اندک برداره از اینا به قدر نیاز استفاده کنه مرحوم علامه مجلسی اول هم می فرمید، ای می یخفف فی المطعم و والملبس و انسان هایی که اینها واقعا کم نیازند سرفجوی میکنند در خوردنی هایشون در آشامدن آشامیدنی هایشون در لباس هایشون و در سایر چیزهایی که انسان در زندگی میفرماید نیاز داره چون در ادامه مرحوم مجلسی میفرماید ببینید انسان ها خیلی توجه داشته باشید کم نیاز باشید چرا به خاطر اینکه حتی اگر حلال هم باشه در حلال الهی حساب باید پس بتیم اما حرامش که دیگه مسلما اون آثار خودش رو داره اقاب داره گناه داره لذا ما میبینیم انسان هایی که واقعا از دنیا بوریده بودند همی طوری بود ماها که گرفتار علایق دنیاوی هستیم دنبال اینیم که هی جذب کنیم مال پیدا کنیم اموال پیدا کنیم خانه پیدا کنیم دارایی پیدا کنیم پول پیدا کنیم دنبال رفاه باشیم خب این طمع دنیا انسان را به کجاها که وادار نمیکنه متاسفانه ببینید در زندگی ما بله بفرمایید شما بفرمایید در زندگی ما ما متاسفانه اون رفاه زدگی ها بله ها حرص و طمع در جمع مال و اموال انسانها ها رو واقعا از زندگی معنوی دور کرده ببینید در زمان فعلی ما واقعا نه انسان ها از نظر فکر آرامش دارن نه از نظر اقتصاد آرامش دارن پولی که دارند این پول به تعبیر خیلی حالا ما ها میگیم خار جان بدن انسان میشه خار بدن انسان میشه از این پول درست استفاده نمیکنیم در حالی که امکانات دنیا الان خیلی بیشتر از مثلا فرض کن حتی 50 سال پیش شده بله در مسافرت ها با مرکب مردم مسافرت میکردن الان 100 سال پیشتر اکثرا در روستاها ها در مناطق دوردست همیتوری بود بله. دیگه الان ماشین های آخر سیستم است ماشین های آخر مدل است قطار هست هواپیما هست بله. و بله. امکانات بله. در حالی که انسان رفاه نداره آرامش بله. نداره علتش چیه به خاطر اون حرص و طمع که انسان دنبال اون مطامع دنیا را میفته دوست. اما اگر انسان این نیازمندی ها را از زندگی خودش بکاهه اون رفاه واقعی به دست میه فکرها آرامش پیدا میکنه خانواده ها از این حالت جنجالی بیرون می ببینید عزیزان ما دوستان محترم الان ما در خانواده هیچ وقت بچه های خود ما را خانم هاید، خانواده خود ما را برادران خود ما را و کسانی را که واقعا اونها را دوست داریم در کنار خود ما نمی بینیم چرا؟ علتش اینه که همه دنبال مطامع دنیا را افتادیم پول به دست بیاریم و ماشین ها را مدلش را بالا ببریم پول به دست بیاریم و خانه های کذایی را بخریم تبدیل بکنیم به احسن خب همه اینها مصروفیت ایجاد میکنه برای زندگی انسان فکر انسان را مشغول باعث میشه مکنن. که آدم چند برابر بدوه باعث میشه که برای روز تا شب روز تا شب بدوه بله. الان حتی ما بعضی کسان رو دیدیم که اینها میگن ما سه, سه شفت سه شیفت کاری کار میکنیم بله. سه شیفت کاری یعنی به این معنا که از ساعت پنج بلند بشیم از خانه ما تا ساعت ده از ساعت ده بلند بشیم تا ساعت یا تا ساعت دو مثلا از ساعت دو بلند بشیم تا ساعت ش و هفت شب بانه. از هفت و شب تا ساعت دوازده شب ببینید درست. خب اینجا دیگه خانواده ای وجود نداره تربیت اولادی وجود نداره تربیت کانون خانواده ای اینجا وجود نداره اون تفقد محبت نیاز که در خانواده ها اسلام به او کاملا سفارش کرده در خانواده ها کلا رختش بر میبنده درست اینا علتش چیه علتش حرص بیشتر است حالا ما بعضی ها استثنا میکنیم نمیگیم که هر تلاشی بالاخره باعث حرص هست و ولا تلاشی از هرس هر تلاشی حرص نیست هر تلاشی نیاز نیست باشه بله. اما الان در کل در کل میگیم بله. جامعه به همین روش رو افتاده که بالاخره هر چی داره اینا رو هی ببره بالا سطحش رو بله. در حالی که در تاریخ ثبت است که سلمان فارسی میگه در یک خانه حریقی واقع شده بود خانه آتش گرفته بود سلمان فارسی اون شمشیرش را و مذهبش را قرآنش را که با خودش داشت در جیب گذاشت و بالاخره از خانه بلند شد بعدا هم که اونجا بود بله فرمودن که هاکزا ینجل مخفون ببینید این ها انسان هایی که سبک بالان واقعا همینطوری خب سلمان فارسی در مداین برای خودش سلطنتی داشت فرماندار بود دم و دستگاهی داشت تجهیزاتی داشت میتونست از این دم و دستگاه و تجهیزاتی که در اختیارش هست استفاده کنه و خوبم استفاده کنه اما وقتی از تمام او داشته ها تنها یک دانه قرآن را به خودش داشت و یک دانه شمشیر را برای مبارزه با دشمن و بالاخره او زمانهای قدیم رواج بود به همین کیفیت بلد. سفارشش ای بود که آقا اگر میخواین واقعا سلمان و اهل البیت شوید بیایید بارتان را سبک کنید سبوک بال باشه و واقعا با این سبک بالی سلمانی که از کجا بلند شد رفت در کنار پیغمبر بلد. نگفت بقیه را که منا سلمان رو فرمودن از سلمان و من اهل البیت و این عظمت را میرسانم درست بسیار عالی جناب استاد رزیوی استفاده کردیم انشاءالله که خدا به ما توفیق بده دو تا ویژگی که امام علی علیه السلام برای متقین ذکر کرده که امشب شما برای ما بازگو کردید یکیش این بود که و اشصادهم نحیفه بدنهای لاغر و سبوکی دارن و حاجاتهم خفیفه سبکبال هستن در زندگی قلیل المعونه هستن و اینها سوار بر زندگی هستن نه اینکه زندگی و امکانات سواره بر اینها باشه بسیار نکات عرضشمنده بود که شما بیان فرمودید مخصوصا بخش دوم از زبان بله بخش دوم جزء مشکلاتی است که امروز بانگیری همه ما شما شده و در واقع به خاطر رسیدن به آسایش ما آرامش نداریم امیدواریم که این قسم نباشه خداوند با ما توفیق بده زندگی ها و سبک زندگی های خودمان به گونه تغییر بتیم که آرام باشیم راحت باشیم نه اینکه شب تا صبح صبح تا شب بدویم و پول باشه ولی آسایش و آسایش باشه ولی آرامش نباشه همراه با کارشناس محترم با شما خداحافظی میکنم شبتان خوش شب